سرخط خبرها. شروع آزمایش واکسن ایرانی کرونا بر روی انسان. فرزند رئیس نهاد تولید کننده و معاونش اول صف ایستاد. احضار دو مقام امنیتی ارشد افغانستان به سنا در پی افزایش ناامنی. رئیس امنیت ملی به ناکامی نیروهایش اذعان کرد. 2020 سالی خونین برای خبرنگاران. گزارشگران بدون مرز میگوید افغانستان در میان 5 کشور پرخطر جهان است. و چالش‌های آفریقا در مقابله با همه‌گیری کرونا. سلام و عصر بخیر. آزمایش واکسن ایرانی کرونا روی انسان صبح امروز در ایران شروع شد. اولین واکسن به فرزند ستاد اجرایی فرمان امام تزریق شد که مسئول تولید این واکسن است. گفته شده که اگر این واکسن همه مراحل آزمایش را با موفقیت طی کند، بعد از حدود 6 ماه آماده استفاده عمومی خواهد بود. همزمان ایران پیگیر وارد کردن میلیون ها دوز واکسن از خارج است، هرچند معلوم نیست که این واکسن ها کی به دست مردم برسند. جزئیات بیشتر از فرینه آسمی. نخستین تزریق انسانی واکسن ایرانی کرونا برای داوطلبان در اینجا هتل ارم تهران، در اولین مرحله از آزمایش انسانی این واکسن. اولین نفر طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام. خوشحالم، ولی نه فقط از اینکه نفر اولم، از اینکه این فرایند علمی انقدر خوب تو کشورمون پیش رفت و امیدوارم به اینکه نتیجهش سلامتی همه مردم عزیزمون باشه. دومین تزریق هم روی علی عسکری، معاون ستاد اجرایی فرمان امام صورت گرفت. کاملا ایمن الحمدلله، انشالله در مراحل هم همین ثابت بشه، چون تقریبا از ابتدا تو جریان تولید واکسن بودیم، یکی از ایمن‌ترین واکسن‌های موجود هست. با وجود تبلیغات گسترده، بعضی از مردم میگویند به واکسن ایرانی اعتماد ندارند و خیلی از آنها در شبکه‌های اجتماعی از دولت خواستند واکسن‌های خارجی فایزر یا مدرنا بخرد. پیش از این رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در نامه استعفایش وزیر بهداشت را به معرکه‌گیری درباره تولید واکسن متهم کرده بود. واکسن کوویران برکت ساخته شرکت شفا فارمد متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است. پیامی بود به ملت ایران که ما اون چه که قرار است به مردممون تزریق کنیم خودمون قبلا باورش داریم و قبولش داریم و اگر عارضه ای هم داشته باشه همه ما و خانواده هامون برای اولین بار با جان و دل خریداریم. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته تولید نهایی واکسن ایرانی به تایید سازمان بهداشت جهانی نیازی ندارد و هر وقت ایران خواست واکسن را صادر کند برای گرفتن مجوز اقدام می کند. اما مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، پیشتر گفته بود اگر سازمان بهداشت جهانی این واکسن را تایید کند، در اواخر بهار واکسن ایرانی در دسترس خواهد بود. ستاد اجرایی فرمان امام میگوید بیش از 65,000 نفر داوطلب شدند که واکسن ایرانی روی آنها آزمایش شود، اما تست های اولیه روی 56 نفر خواهد بود. طی 3 روز آینده وضعیت بالینی این افراد مورد نظر قرار خواهد گرفت و مطالعات روی آنها و آزمایشات اولیه روی آنها صورت خواهد گرفت و در صورتی که رضایت بخش بودن این معاینات پزشکی، مجوز تزریق به 4 نفر دیگه هم صادر خواهد شد. ستاد اجرایی فرمان امام گفته قادر است تا 40 روز آینده به ظرفیت تولید 1.5 میلیون دوز واکسن در ماه برسد. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی هم گفته در حال ساخت واکسن کرونا است و آن را به زودی امتحان می کند. اما برنامه تولید واکسن کرونا در ایران نسبت به کشورهای دیگر چطور پیش رفته؟ خب هنوز عقب‌تر دیگه، ها اونا مطالعات انسانیشون رو طی کردن تو 30,000-40,000 نفر که الان آوردن رو واکسیناسیون عمومی. ایران در حالی وارد اولین مرحله آزمایش انسانی واکسن کرونا شده که کشورهای اروپایی، آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر واکسیناسیون سراسری را آغاز کردند. با توجه به جمعیت تقریباً 80 میلیونی ایران، نیاز به خرید واکسن معتبر خارجی هم جدی است. وزارت بهداشت هم گفته که پیگیر خرید 18 تا 20 میلیون دوز واکسن از خارج است. هرچند معلوم نیست که این واکسن‌ها کی از راه برسند. فرین آسمی، بی بی سی.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق پزشکی از واشنگتن با ماست. آقای عطاری، تا اینجاشم با وجود اینکه میدونیم هنوز مراحل آزمایشی زیادی مانده، به نظر میرسه تا اینجا این موفقیت بزرگی است برای دانشمندان پزشکی در ایران. به هر حال هر قدمی که برای سلامت بشر برداشته بشه قدم بزرگی هست، ولی خب تفاوت این هست که تبلیغات و اثبات کارآزمایی و مثبت بودن این قبل از حتی انجام و شروع آزمایش ها شروع شده. وزارت بهداشت شروع به تبلیغات کرده و واکسن ایرانی تفاوتی که با واکسن های دیگه داره این هست که این واکسن رو دارن به صورت احساسی و سیاسی دارن وارد مرحله در واقع وارد مرحله انسانی میکنن. مسلم هست که باید ما هم اتکا داشته باشیم به تولیدات خودمون، اما همه جوانب سلامت و تضمین موفقیت اون باید مورد توجه قرار بگیره. و از طرفی اون چه که مهم هست، مسئولین رسیدگی کننده به شرایط سالم بودن و تضمین مفید بودن اون باید کاملا تضاد منافعشون جدا باشه از افرادی که دارن این واکسن ها رو تولید میکنن. متاسفانه اینا سوالات کوچکی هست که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره، اما موفقیتی هست. ولی از طرفی باید توجه داشته باشیم که علی‌رغم همه موفقیت ها باز هم 6 تا 7 ماه زمان نیاز هست تا این واکسن وارد جامعه بشه، و این 6 7 ماه باید فکری به حال مردم و فکری به حال سلامت مردم بشه. میدونیم که چند واکسن الان به بازار آمده و از انگلیس، از آمریکا و جای دیگه در اروپا. میخواستم ببینم در کشورهای آسیایی، آفریقا، جای دیگر، کشورهای دیگری هستند که به تولید واکسن نزدیک شدن یا حداقل دارن روش کار میکنن؟ کشورهای مختلفی تولید واکسن رو شروع کردن، فازهای مختلفی رو طی کردن، اما هنوز هیچ کشوری اون تاییدیه جهانی رو در واقع برای خودش نتونسته کسب کنه. حتی فرانسه هم چند تا شرکت شروع به تولید کردن، اما هنوز نتونستن اون فازهای مطالعاتی رو با موفقیت پشت سر بگذارنن. البته در مورد ایران یک استثناست، چون وزیر بهداشت گفته ما نیاز به هیچ تاییدیه‌ای نداریم و خودمون داریم اینها رو بررسی میکنیم. خب این قابل بحثه مگه نه؟ برای اینکه اگرم واکسن تولید کنن و تست‌ها و آزمایش‌ها مثبت واقع بشه، باید به نوعی تایید سازمان بهداشت جهانی برسه یا نه؟ ببینید، مسئله بهداشت و سلامت ایران در حال حاضر کاملا مجزای از سیستم جهانی هست. طبق قوانین علمی باید یک گروه کارشناسی کاملا مستقل از تولید کنندگان سلامت، تضمین سلامتی و موفقیت اون رو مورد بررسی قرار بدن. اما ایران قرار بر این نیست، قرار هست که خود تولید کنندگان تایید نهایی رو هم انجام بدن. به این دلیل هست که خب ما خیلی شرایط ایران رو با شرایط جهانی مقایسه نمی کنیم. ولی واقعیت علمی این هست که باید این مورد تایید سازمان‌های مستقل علمی جهانی قرار بگیره تا بتونه اقبال عمومی رو در واقع جلب بکنه برای تزریق. آقای عطاری، خیلی ممنون از شما. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک از واشنگتن با ما. متشکرم. در پی اوجگیری شدید شیوع کرونا در بریتانیا، دولت این کشور برای وضع محدودیت‌های سختگیرانه‌تر زیر فشار قرار گرفته. تعداد بیماران مبتلا به کرونا که حالا در بیمارستان‌های انگلستان تحت درمان هستند، از زمان اوج اول شیوع در بهار بالاتر رفته. دیروز بیش از 41,000 مورد جدید ابتلا در بریتانیا ثبت شد. مقام‌های مسئول و کارشناسان درباره پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها هشدار دادند. کمیسیون ترفیق مجلس ایران کلیات لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرده. به گفته علی اصغر خانی، عضو این کمیسیون، این لایحه بعد از نامه رئیس جمهوری به مجلس تصویب شد. حسن روحانی زیر فشار انتقادها اصلاحاتی در لایحه بودجه کل کشور انجام داد.
در ایران نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد درباره نحوه واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه قانع نشدند و به فرهاد دژپسند کارت زرد دادند. دو نماینده مجلس از آقای دژپسند پرسیده بودند که چرا جلوی خلأیت مالک این شرکت رو گرفته. وزیر اقتصاد گفته که قوانین واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی کاملا رعایت شده بود و هیچ حکم قضایی درباره غیرقانونی بودن آن ابلاغ نشده. پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تخلفات گسترده در واگذاری این شرکت خبر داده بود. کارگران نیشکر هفت‌تپه به عملکرد مدیریت این شرکت اعتراض دارند و بارها خواستار لغو مالکیت خصوصی آن شدند. جرمی هانت وزیر خارجه پیشین بریتانیا میگوید این کشور به دلیل ناکامی در حمایت از اتباع زندانیش در ایران میتواند ضعیف به نظر برسد. او در یادداشتی در روزنامه تایمز شاپ لندن نوشته که بریتانیا باید در راستای حمایت دیپلماتیک مؤثر برای رفتارهای ایران عواقبی در نظر بگیرد. در حال حاضر نازنین زاغری و انوشه آشوری دو شهروند ایرانی بریتانیایی در ایران زندانی هستند. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که افزایش ناامنی نشان دهنده ناکامی تشکیلات امنیتی در پیشگیری از چنین حملاتی است. امروز وزیر امور داخله و رئیس امنیت ملی به سنا فراخوانده شدند. هر دوی آنها مدعی هستند که طالبان مسئول ترورها و قتل‌های هدفمند هستند، اتهامی که طالبان رد کردند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. سوال اصلی اعضای مجلس بزرگان در نشست امروز از دو مقام امنیتی این بود که چرا در دو ماه گذشته حملات در کابل بیشتر شده و گفته یکی از سناتورها دوروبر 60 حمله. وزیر داخله گفت طالبان می‌خواهند با افزایش فشار بر نیروهای امنیتی امتیازات بیشتری بر سر میز مذاکره بگیرند. و گفته مسعود اندرابی طالبان در برنامه گسترش مناطق تحت کنترلشان ناکام ماندند، از این رو استراتژیشان را تغییر دادند. که افراد گرفتار شدند صریحا معترف هستند که ما در ولایت لوگر جلسات داشتیم به نام کاروان عبیده. بعد از توافقات طالبان و امریکایی ها ایجاد شد که شما برین افراد متنفذ، پلیتای دولتی، جامعه مدنی و جورنالستا و تمام اقشاری که اهداف نرم هستند و آسانی میتونیم پیدا کنیم و صدای بارز دارن، اینا را هدف گذاری کنین. باز بیاین ما انتخاب میکنیم و میریم. در یک دو ماه گذشته دامنه اهداف ترورها در افغانستان گسترده شده. چند خبرنگار کشته شدند، فعال مدنی و ناظر انتخاباتی و دکترها هم در حملات هدفمند جان باختند. به گفته رئیس امنیت ملی افغانستان در طول یک سال گذشته بیش از 18,000 حمله در سراسر کشور رخ داده که مسئول 99% آن طالبان هستند و باقی حملات را دیگر گروه‌ها از جمله داعش انجام دادند. ضیاءالدین سراج افسود در یک سال گذشته بیش از 3,600 نفر را که در قضایای به گفته او تروریستی دست داشتند دستگیر کردند. رئیس امنیت ملی افغانستان هم گفت کاروان عبیده شبکه‌ای بسیار منظم است که کارش فقط ترورهای هدفمند است. حوادثی که صورت می‌گیرد طبیعی است که این یک ناکامی بر ما است و ما ایره می‌پذیریم که ما مسئول هر حادثه‌ای که میشه هستیم و باید جلوگیری شود. اما انمی ارقام را که من قبلا براتون گفتم که این افراد ما دستگیر کردیم، از هر نفری که ما دستگیر میکنیم از چندین حادثه دیگر جلوگیری میشه. طالبان مسئولیت حملاتی را که ترورهای هدفمند خوانده میشود بر عهده نگرفته و در مواردی هم آنها را محکوم کردند. به گفته طالبان این حملات کار نیروهای امنیتی و با هدف بدنامسازی طالبان است. در بین اتهام زنی دو طرف جنگ افغانستان و اذعان به ناکامی نیروهای امنیتی در جلوگیری از حملات هدفمند، این غیر نظامی ها هستند که نگرانیشان از گذشته بیشتر شده، همزمان با روند صلحی که هنوز نتیجه‌ای نداشته.
علی حسینی، بی بی سی، کابل. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. آزمایش واکسن ایرانی کرونا روی انسان صبح امروز شروع شد. اولین واکسن به فرزند ستاد اجرایی فرمان امام تزریق شد که مسئول تولید این واکسن است. در پی افزایش ناامنی در کابل، وزیر امور داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان به سنا احضا شدند. در ادامه این برنامه، چالش‌های آفریقا در مقابله با کرونا. نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که در سال میلادی جدید که به روزهای پایانیش می‌رسیم، بیش از 50 خبرنگار در سراسر جهان به علت انجام وظیفه جانشان را از دست دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز درباره ماهیت این قتل‌ها و عوامل و روندهای نگران کننده‌اش گزارش منتشر کرده. اکثر این خبرنگاران به خاطر گزارش‌های تحقیقی و خبری که به مزاق قدرتمندان خوش نیامده کشته شدند. سیاوش اردلان و جزئیات بیشتر. خبرنگاری شغلی پرخطر است، نه فقط به خاطر فشارهای روحی آن، بلکه به خاطر آنکه خطر مرگ دارد. و این خطر در سال 2020 شامل حال دست کم 50 خبرنگار شد، کسانی که در راه انجام وظیفه جان خود را از دست دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز که این آمار را منتشر کرده میگوید این تصور نادرست است که هر کس خبرنگاری پیشه می کند پذیرفته که کارش پر ریسک است، چرا که خبرنگار برای حق دانستن دیگران از خود مایه می گذارد. سال پیش از این 53 خبرنگار کشته شدند، کمی بیشتر از امسال. ولی نباید فراموش کرد که امسال به علت بحران کرونا فعالیت‌های خبرنگاری هم کمتر بود. حتی اگر بحران کرونا جلوی نشر خیلی از گزارش‌ها را گرفته، ولی خبرنگاران به ویژه هدف حمله بودند. این اتفاق همه جا می‌افتاد، از اروپا و آسیا گرفته تا آفریقا و آمریکا. اشاره این سخنگو به کشته شدن 7 خبرنگار در جریان پوشش اعتراض‌های خیابانی است. اما 10 خبرنگار هم به خاطر تحقیق درباره فساد و سوء استفاده از منابع عمومی کشته شدند. بیشترین این قتل‌ها در مکزیک اتفاق افتاده که خبرنگاران پس از تحقیق درباره کارتل‌های قدرتمند مواد مخدر که خیلی از اوقات با سیاستمداران همدست هستند، به شکل فجیعی به قتل رسیدند. 5 خبرنگار در افغانستان جان خود را از دست دادند، حتی در زمانی که مثلا آنجا یک روند صلح شروع شده بودم. در مورد ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز مشخصا از روح الله زم، مدیر کانال آمد نیوز، به عنوان یک خبرنگار یاد می‌کند که در اولین مورد اعدام یک خبرنگار پس از 30 سال در ایران به جوخه‌های مرگ سپرده شد. اکثر خبرنگاران کشته شده در کشورهای جان خود را از دست دادند که جنگی در کار نبوده و این خود یک روند نگران کننده است. دو سوم خبرنگارانی که امسال کشته شدند در زمان صلح بوده. آنها به خاطر انتشار گزارش‌های تحقیقی و اطلاعاتی کشته شدند که برای بعضی دولت‌ها مایه شرمساری بوده. علاوه بر همه اینها، بیش از 370 خبرنگار نیز در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. تنها راهی که می‌توان در این آمار نیمه پر لیوان را دید، مقایسه آن با 7 یا 8 سال پیش بود که تعداد خبرنگاران جانباخته 3 برابر جانباختگان امسال بود. سیاوش اردلان، بی بی سی. همونطور در گزارش سیاوش هم دیدیم، افغانستان در میان 5 کشور مرگبار برای خبرنگاران در سال 2020 قرار گرفته. دیروز هم کمیسیون حقوق بشر افغانستان با انتشار گزارشی از افزایش خودسانسوری و ترک وظیفه در میان خبرنگاران افغان بعد از افزایش ترورها در این کشور خبر داد. عزیز حکیمی، روزنامه‌نگار از لندن با ماست. آقای حکیمی، آزادی بیان و آزادی روزنامه‌نگارا و رسانه‌ها یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان بعد از حکومت طالبان بود. حالا افغانستان در میان 5 کشور خطرناک جهان برای خبرنگارا و روزنامه‌نگارانه. چرا؟
ببینید، همونطور که خودتون اشاره کردید، رسانه‌ها و آزادی بیان از مهمترین و بزرگترین دستاوردهای 20 سال گذشته بوده، اما همزمان بزرگترین و جدیترین مانع در برابر استبداد و افراط‌گرایی هم هست. از این نظر هست که حمله به خبرنگاران به نظر بسیاری از مردم ممکن هست که برخی از اهداف اصلی طالبان و افراط‌گرایی را در واقع برآورده بکنه، به خاطر اینکه به هر حال احتمال بازگشت طالبان روز به روز به افغانستان بیشتر میشه و مسلماً طالبان ممکن هست که یه استراتژی را داشته باشن که بخواین موانع اصلی برپایی یک حکومت استبدادی مثل نظام امارت را از حالا از میان بردارن، چون مسلماً وقتی که به قدرت برسن و ناگهانی بخواین که تمام رسانه‌ها را تعطیل بکنن، با واکنش جهانی و با واکنش شدید مردم افغانستان روبرو خواهند شد. بنابراین طوری که گفتید، دلیل اصلی قتل‌های هدفمند روزنامه‌نگاران دقیقاً این هست که مؤثرتر از رسانه‌ها هیچ مانعی در برابر طالبان وجود نداره. پنج روزنامه‌نگار و خبرنگار افغان طی سال گذشته کشته شدند. این فشارها بر روزنامه‌نگارها چه تأثیری روی کار رسانه‌ها داشته؟ روزنامه‌ها، رسانه‌ها، رادیو، تلویزیون و غیره؟ بله، مسلماً بسیار نگران کننده هست، چون به هر حال بخشی یا گروهی از خبرنگارانی که در فهرست ترور بودند و یا اینکه تحت تهدید قرار داشتند مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند. این را ما خبر داریم و می‌دانیم که تعدادی از این خبرنگارا کشور را ترک کردند. کسانی که در داخل افغانستان هستند نگرانی‌های زیادی دارند، به خاطر از اینکه ممکن هست که واقعاً هدف قرار بگیرند و هیچ به اصطلاح حکومت هیچ نوع برنامه‌ای و یا هیچ حتی توان و شاید هم حتی اراده‌ای برای حفاظت از خبرنگاران نداشته باشه. طبیعتاً این میتونه روی کار خبرنگاران و روی کار رسانه‌ها تأثیر بسیار منفی بگذاره و تأثیر از او هم طوری که گفتم ربط میگیره به بازگشت طالبان و زمینه سازی برای ایجاد و برپایی امارت اسلامی در افغانستان. آقای حکیمی، خیلی ممنون از شما. عزیز حکیمی، روزنامه‌نگار، از همینجا از لندن با ما بود. متشکرم. اولین مورد ابتلا به کرونا در آفریقا حدود 10 ماه پیش ثبت شد. از آن زمان بیش از 2.5 میلیون مبتلا به کرونا در این قاره شناسایی شدند. بیش از 60,000 نفر هم جان باختند. آن سوی نگاهی کرده به عملکرد کشورهای آفریقایی در مقابله با شیوع کرونا. این چهره قرنطینه در لاگوس پرجمعیت‌ترین شهر آفریقاست. قبل از شیوع کرونا تصور چنین صحنه‌هایی هم غیر ممکن بود. در مجموع واکنش آفریقا به همه‌گیری قاطع بود. بیشتر کشورها با واکنشی سریع تلاش کردند آن را کنترل کنند و از تجربه همه‌گیری‌های گذشته استفاده کنند. داریم با کشورها کار می‌کنیم تا به منابعی که اونها از قبل داشتن دسترسی پیدا کنیم. مثلا اینکه چه کارهایی برای مقابله با ابولا انجام شده بود یا تجهیزاتی که برای آزمایش سل و فلج اطفال استفاده کرده بودند. اینکه چطور مردم رو بسیج و زنجیره‌های تأمین رو بازسازی کردند. اما همه چیز به خوبی پیش نرفت. اینجا کنیاست. کمی بعد از آنکه محدودیت‌های رفت و آمد اعلام شد. کنیا یکی از چند کشوری است که گروه‌های مدافع حقوق بشر از آنها به دلیل استفاده بیش از حد از زور انتقاد می‌کنند. استفاده از گاز اشکاور، بازداشت‌های گسترده و حتی کشتن به ضرب گلوله کسانی که محدودیت‌ها را نقض کرده بودند. تا جایی که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گفت این ویروس است که ما علیه آن می‌جنگیم، نه مردم. در میانه کمبود جهانی تجهیزات پزشکی، کمک‌ها از راه رسید، نقدی و غیر نقدی. اما فساد تهدیدی برای منحرف کردن واکنش‌ها بود. کارکنان خسته بخش سلامت در کنیا اعتصاب کردند. در آفریقای جنوبی هم همینطور، جایی که چهره‌های ارشد حزب حاکم شریک جرم بودند. مجوز یک واحد ویژه تحقیقات را صادر کردم تا هر گونه اتهام مربوط به سوء استفاده از بودجه کووید 19 رو در گوشه گوشه دولت بررسی کنه.
اقدام قاطع ارتش در خیلی از دولت‌های آفریقایی هزینه‌هایی داشت. راه‌های امرار معاش از بین رفت و فقیرترها بیشترین آسیب رو دیدند. فشارها برای بازگشایی زیاد بود و حالا بیشتر شهرها مثل این خیلی شلوغند. اما تا تمام شدن همگیری راه زیادی مونده. انتخاباتی هم برگزار شده، حداقل در 10 کشور این قاره. گروه‌های زیادی در تجمعات سیاسی شرکت کردند. حالا ابتلا در حال افزایش است و نوع تازه‌ای از ویروس در آفریقای جنوبی دیده شده. کشورهای آفریقایی دارن با هم همکاری میکنن تا درباره نوع تازه ویروس تحقیق کنن، تا مشخص کنن که آیا سرعت انتشارش بیشتر هست یا نه، قدرت انتقالش چقدره و اینکه آیا قابلیتش رو داره که مبتلاها رو شدیدتر بدحال کنه. تحقیقاتی در جریان تا عملکرد آزمایش‌های تشخیصی موجود و واکسن‌های فعلی سنجیده بشن. واکسن فعلا در کشورهای ثروتمندتر در دسترس است. این نگرانی وجود دارد که شاید ماها یا حتی سالها طول بکشد تا مقدار کافی به آفریقا برسد. شاید قاره آفریقا تا حالا از بدترین حالت شیوع کرونا در امان مانده باشد، اما ممکن است از این به بعد وضع اینطور نباشد. موج تازه و نوع تازه ویروس می تواند به شدت همه چیز را در سراسر آفریقا عوض کند. انسوی، بی بی سی نیوز. امروز روز تولد ماست در بی بی سی فارسی. بخش فارسی بی بی سی 80 ساله شد. بی بی سی فارسی فعالیتش رو روز 29 دسامبر سال 1940 در میان جنگ جهانی دوم شروع کرد و در طول 8 دهه بعد از اون مهمترین تحولات ایران و جهان رو برای فارسی زبان‌ها گزارش کرد. در این هنگام که خبرفرستی به وسیله رادیو به زبان فارسی از بریتانیای کبیر آغاز می شود، بنگاه رادیوی انگلستان به تمام گوش دهندگان ایرانی و فارسی زبانان در هر جای جهان که باشند دوستان درود می گوید. هشتاد سال با بی بی سی فارسی. در برنامه 60 دقیقه امشب بیشتر به 80 سالگرد تأسیس بی بی سی فارسی می‌پردازیم. حتما بیننده این برنامه باشید. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.